شماری از فعالان مدنی در هرات تاکید دارند که قانون در افغانستان از سوی اجرا کنندگان آن زیر پا می شد. این شمار از فعالان مدنی می گویند قوانین باید به گونه یکسان در برابر شهروندان کشور اجرایی شود. از سوی همکنشگران مدنی در هرات نقش نهادهای مدنی را در اجرای قانون بر همگان تأثیر گذار می دانند. حسینی خا گزارش می دهد. فعالان مدنی هرات برای بررسی و بحث در مورد قانونگذاری و قوانین بروز شده در افغانستان دور این میز گرد آمدند. اشتراک کنندگان این نشست باور دارند که در برخی موارد قانون اساسی کشور از سوی اجرا کنندگان آن و مقام های ارشد حکومتی زیر پا شده است. از همین رو حکومت در اجرای قانون بر افراد زورمند و صاحب نفوذ ناکام بوده و نتوانسته قانون را به گونه یکسان اجرا کند. شاهد نقص صریح قانونی و به واقعیت قانونی که تا حال از حق مردم دفاع کرده باشه و ابعاد از او یا ماده از او به نفع مردم باشه تا حال در افغانستان به درستی تطبیق نشد. خود اینا تطبیق نمیکنن. اشخاصی که صاحب صلاحیت و صلاحیت داره خود اینا هنوز اجرا نمیکنن. وقتی اجرا نکنن بدون شک تطبیق هم نمیشه و نقض میشه. اشتراک کنندگان این نشست تاکید دارند که فعالان مدنی نباید در برابر زیر پا شدن قانون در کشور خاموشی اختیار کنند و باید در مقابل کسانی که قانون گریزی کرده و قوانین کشور را نقض می کنند ایستادگی نمایند. در تطبیق قوانین هم طبعا همیش در هر جوامع طبقه متوسط آن میتونن موثرتر و مفیدتر واقع بشن که ما مطمئنیم که برای تطبیق قوانین جامعه مدنی میتونه نقش موثر و کاری داشته باشه. یکی از وظایف اساسی جامعه مدنی و شهروندای افغانستان اینه که بیان دست به دست هم بدن و برای حکومت فشار وارد بکنن که قوانینی که ما در جامعه داریم به شکل درست و اساسی از این تطبیق بشه تا مشکلات و معضلاتی که امروز فرا روی جامعه مونه اینا دور ساخته بشه. نگرانی ها در مورد زیر پا شدن قانون در حالی توسط فعالان مدنی هرات مطرح می شود که چندی پیش یافته های یک پژوهش در مورد قانون اساسی افغانستان نشان داده بود به جز یک ماده قانون اساسی که در آن کابل پایتخت کشور بیان شده تمامی ماده های قانون اساسی افغانستان زیر پا شده است.